ابر بخار آب است. هرگاه در درون ابر دما به کمتر از 0 درجه سانتیگراد برسد، بر اثر پدیده فیزیکی بخار آب بیان که از حالت مایع بگذرد به حالت جامد یعنی یخ در می آید. یخ دارای ساختار بلوری است، یعنی مولکول‌های سازنده آن به طور منظم کنار هم قرار می‌گیرند و نظمی را تکرار می‌کنند. ساده‌ترین بلور یخ به شکل منشور شش ضلعی نازک است، یعنی بلندی منشور در برابر درازای ضلع‌هایش بسیار کوچک است. این از ساختار هندسی مولکول‌های آب برمی‌خیزد که از یک اتم اکسیژن و دو اتم هیدروژن درست شدند. اندازه نخستین بلورهای یخ در درون ابر چند میکرون یعنی چند هزارم میلیمتر بیشتر نیست. آنها را با چشم برهنه نمیتوان دید. بلورهای یخ به هم میچسبند و دانه های برف را تشکیل میدهند. منتها برای اینکه بتوانند درون ابرها به هم بپیوندند به وسیله ای نیاز دارند. این وسیله ذره های غبار یا دیگر ناخالصی هایی هستند که در جو یافت می شوند. بلورهای یخ به گرد ذره های غبار به هم می پیوندند و دانه های برف را تشکیل می دهند. هر دانه برف از صدها یا هزاران بلور یخ پدید آمده است. برای اینکه بلورهای یخ پدید آیند باید محیط ابر چند ویژگی داشته باشد. یکی این که رطوبت در ابر بسیار باشد، به سخنی دیگر بخار آب نزدیک به حالت اشباع باشد، یعنی اندازه رطوبت آن 100% یا بیشتر باشد. دیگر این که دما به خوبی زیر 0 باشد. آب خالص در شرایط عادی روی زمین در 0 درجه یخ می‌بندد، ولی در درون ابرها دما باید پایین‌تر از 0 درجه باشد، چون در درون ابر مولکول‌های آب به سبب باد و عامل‌های دیگر بسیار در جنبشند و به آسانی یخ نمی‌بندند. در درون ابر آب می‌تواند تا منهای 18 درجه سانتیگراد به حالت بخار باقی بماند. گفتم که دانه‌های برف خوشه‌هایی‌اند از صدها یا هزاران بلور یخ. اندازه و شکل دانه برف به دما و رطوبت ابر بستگی دارد. دما هرچه کمتر باشد یا رطوبت بیشتر، شکل دانه های برف پیچیده تر می شود. به سخنی دیگر اگر دما نسبتاً زیاد باشد یا رطوبت کم، دانه های برف شکل نسبتاً ساده‌ای دارند. شکل منشور شش ضلعی نازک تا اندازه‌ای مانند ستاره شش پر. اگر دما کمتر باشد دانه های برف کشیده و سوزنی شکل می شوند. در دمای باز هم کمتر همچون استوانه توخالی هستند. اگر دما نزدیک به 20 درجه سانتیگراد باشد منشور بسیار پیچیده می شود. شش رأس آن امتداد پیدا می کنند و از این امتدادها شاخه های سرخس مانند گوناگونی بیرون می زنند و می توانند 12 پر شوند. دانه های کوچک برف در درون ابر شناور می مانند چون بسیار سبکند. وقتی دانه ها به هم می پیوندند و بزرگتر می شوند بر اثر سنگینی به پایین فرو می افتند. دانه ها چون سطح نسبتاً بزرگی دارند و نازکند مانند پر آهسته پایین می آیند. سرعت میانگین آنها میان 30 سانتی متر تا کمی کمتر از 2 متر در ثانیه است. قطره های باران تندتر فرو می افتند، در حدود 10 متر در ثانیه. نخستین کسی که توانست با موفقیت از دانه های برف عکس بگیرد و آنها را مطالعه کند ویلسون بنتلی آمریکایی بود در پایان سده 19. او پی برد که دانه های برف شکل های بسیار گوناگونی دارند. آنچه در این تصویر میبینید شکل های دگرگون نشده دانه هاست. اما از آنجا که دانه ها هنگام فرود آمدن مسیرهای گوناگونی را میپیمایند، مسیرهایی با دما و فشار و باد گوناگون، شکل هاشان تغییر میکند.
همچنین می توانند به هم بپیوندند و شکل خود را دگرگون سازند. این دو تصویر دانه های برف را آنچنان که در عمل دیده می شوند نشان می دهند. پیش از آن که به رنگ سفید برف برسیم، به ریشه شناسی واژه برف می پردازم. برف در فارسی میانه یا پهلوی وفر بوده است، یعنی صدای ف پیش از صدای ر می آمده. شکل کهن‌تر اوستایی آن هم چنین بوده است، وفر. در زبانشناسی به این عوض شدن جای صداها متتز می گویند. در فارسی می توان به آن متادایش گفت. یک نمونه دیگر آن در فارسی واژه چرخ است که در اصل چخر بوده و در یکی از برنامه‌های گذشته درباره اش سخن گفتم. با این حال شکل اصلی بفر به جای برف هنوز در برخی زبان‌های ایرانی باز مانده است. در کردی بفر یا بفر، در زازاکی وفر. چنان که گفتم در فارسی به پاره های برف که از آسمان می افتند دانه برف می گوییم. در برف شناسی به هسته های اولیه‌ای که دانه های برف با رویش آنها به وجود می آیند هم دانه می گویند. برای اینکه این دو بگرت کنسپت گوناگون با هم اشتباه نشوند، می توان در متن های ویژسته تخصصی از واژه گلیچ برای دانه برف استفاده کرد. گلیچ در لوری و لکی به معنای دانه برف است. این واژه از پوروا ایرانی گلی که می آید. گل یا گل در لوری و لکی به معنای دانه حب است. این گل همان است که در فارسی در سیلاب نخست گلوله گوله دیده می شود. دیسه کردی گلیچ کیلوله است به معنای دانه برف. در لوری گلاره به معنای تخم چشم است. این گل ایرانی همریشه است با لاتین گلوبوس به معنای گوی کره، در انگلیسی گلوب، در آلمانی کوگل. واژه برف را شاعران کلاسیک فارسی گاهی به کار بردند. فردوسی: بگفتند کین برف و باد دمان، زما بود کامد شما را زیان. کمال اسماعیل: هرگز کسی ندیده بدین سان نشان برف، گویی که لقمه ایست زمین در دهان برف. بسیار شاعران سفید شدن مو را با برف استعاره کردند. سعدی: چو کوهی سفیدش سر از برف موی، روان آبش از برف پیری به روی. به نظر من یکی از زیباترین شعرهای کهن فارسی درباره برف از آقاجی بخارایی شاعر زمان سامانیان است. میگوید: به هوا در نگر که لشکر برف، چون کند اندرو همی پرواز. راست همچون کبوتران سپید، راه گم کردگان ز هیبت باز. زیباترین شعرها درباره برف را شاعران معاصر گفتند. فریدون مشیری: لحاف کهنه زال فلک شکافته شد و پنبه کوچه و بازار شهر را پر کرد و دشت اکنون سرد و غریب و خاموش است. آهای لحاف پاری خود را به بام ما متکان. یا اخوان سالس: هوا سرد است و برف آهسته بارد، ز ابری ساکت و خاکستری رنگ. و همینطور ادامه می‌دهد: فرو شد باد و بارد همچنان برف، ز سقف کلبه بیروزن شب. و اکنون میرسیم به رنگ سفید برف. گفتم که گلیچ ها یا دانه های برف از سطح ها بلور یخ پدید آمدن. اگر به بلورهای یخ تک تک نگاه کنید میبینید که سفید رنگ نیستن، نیمه کدر یا شیشه ای. رنگ سفید گلیچ ها از اینجاست که سطح ها بلور یخ که روی هم قرار میگیرند و گلیچ ها را میسازند به هم نمیچسبند. فاصله میان آنها را حباب های هوا پر می کنند. این را داشته باشید، توضیح کوتاهی درباره رنگ لازم است. نور عادی از بسیاری طول مژه های گوناگون درست شده است. رنگ سفید براخت ها، ابژه ها، به این سبب است که وقتی نور بر آنها می تابد، آنها همه طول مژه ها را باز می تابند و براخت سفید دیده می شود. رنگ سرخ برخی براخت ها از این روست
که براخت همه موشها را جذب می کند و تنها موشهایی را که بر چشم اثر سرخی می گذارند باز می تابند. وقتی نور به برف می تابد، به ویژه وقتی که روی زمین باشد، از آنجا که گلیچ ها پوکند و درونشان را هوا گرفته، پرتوهای نور در درون این حباب ها یا محفظه های هوا بازتاب می یابند و از گلیچ ها بیرون می آیند. حتی اگر نور از چند لایه برفی گلیچ بگذرد، سرانجام در محفظه های هوای زیرین تر باز می تابد و بیرون می آید. این برای همه طول موج‌های نور روی می دهد و بنابراین برف سفید دیده می شود. اما اگر لایه های برف بسیار به هم فسرده باشند، حباب ها بسیار کوچک می شوند یا از میان می روند. بنابراین نور نمی تواند در درون حباب های هوا بازتابیده شود. به درون یخ نفوذ می کند و بسیاری از طول موج‌های آن جذب می شوند. تنها طول موج‌های کوتاه می توانند بازتابند. رنگ آبی یخچال های کوهستانی و کوه یخ ها بر اثر این پدیده است. هوای درون گلیچ ها یک اثر دیگر دارد و آن این است که ارتعاش ها را خفیف می کند. از این روست که وقتی برف بر زمین باشد، صدا کمتر پخش می شود. برف اگر مدتی بماند سخت می شود و هوای آن بیرون می رود و دیگر صدا را جذب نمی کند. پیش از آن که سخن را به پایان برسانم، چند کلمه ای درباره تگرگ. تگرگ همیشه با طوفان تندری همراه است. در سرمای بسیار درون ابر، بلورهای یخ پس از پدید آمدن فرود می افتند، ولی طوفان آنها را به بالا می رانند. با بلورهای دیگر یخ برخورد می کنند و به هم می چسبند و فرو می افتند، ولی باد و طوفان آنها را چند بار به بالا پرتاب می کند، هر بار بزرگتر می شوند تا آنچنان سنگین شوند که به پایین بیفتند. قطر بزرگترین دانه تگرگی که تاکنون اندازه گرفتند 20 سانتی متر بوده است در ژوئیه 2010 در داکوتای جنوبی آمریکا. سنگین ترین تگرگ 1 کیلو و 20 گرم بوده در آوریل 1986 در بنگلادش دیده شده است. پدیده دیگری هست که همانند تگرگ است ولی تگرگ نیست. بارانی است که بر اثر گذشتن از ناحیه‌های بسیار سرد جو یخ می‌بندد. در انگلیسی به این پدیده سلیت می‌گویند. در فرانسه گرزیل، در فارسی می‌توانیم به آن تنگر بگوییم و این واژه‌ای است که در گیلکی به کار می‌رود. وقت ما به پایان رسید. برف می‌تواند ویرانی و اندوه به بار آورد. همچنین می‌تواند وسیله‌ای باشد برای شادی و بازی و ورزش. این گفتار را با این تصویر که تندیس بزرگی ساخته شده از برف در چین را نشان می‌دهد به پایان می‌رسانم.